آیا انقلاب ایران ناگزیر بود؟ ممکن بود دستگاه حاکم و در رأس آن محمد رضا شاه پهلوی بتواند مانع انقلاب شود؟ کی و تحت چه شرایطی؟ سلام، پرسش‌هایی با این مضمون که چه باید می‌شد که تاریخ به این مسیر نمی‌افتاد، پرسش‌های آزاردهنده‌اند. این پرسش‌ها اغلب مسیر تاریخ را به این یا آن عامل واحد تقلیل می‌دهند. با این حال و به رغم این ساده‌سازی، چیزی در این پرسش‌ها هست که انسان عبور کرده از گردنه‌های تاریخ را فریفته می‌کند. شاید این فریفتگی ناشی از نوستالژی باشد. اما آنها که میپرسند چه باید میشد که انقلاب نمیشد، همگی نوستالژی و دلتنگی پیش از انقلاب ایران را ندارند. انگیزه بسیاری از آنها فکر دوباره در مورد مسیری است که انقلاب ایران طی کرد. نزد آنان این پرسش اشکال دیگری مییابد، مثلا چه باید میشد تا آیت الله خمینی رهبر انقلاب نمیشد. شاید این پرسش ها امروز بیفایده به نظر برسد، اما آنان که در انقلاب خسران دیدند یا از مسیر انقلاب ناراضیند، با چنین پرسش هایی تمهیدی میابند برای خانش دوباره اون، خانشی به قصد آموختن 40 سال پس از انقلاب. از میان این پرسش ها، مهمان های این هفته پرگار بر ناگزیری انقلاب یا امکان اجتناب از اون متمرکز می شوند. داریوش بایندور، تاریخ نگار انقلاب ایران، معتقد است شاه ایران تحت شرایطی ممکن بود مانع از انقلاب شود. از او خواهیم پرسید کی و چطور. تورج عطابکی، تاریخ نگار اجتماعی در آمستردام، میگوید جامعه ایران به مراحلی رسیده بود که یک فرد هر چقدر هم قدرتمند نمیتوانست اون را به شرایط عادی و غیر انقلابی بازگرداند. خیلی خوش آمدید آقای بایندور. از شما شروع کنیم. به تحت چه شرایطی کی ممکن بود شاه ایران بتونه مانع انقلاب شه؟ با تشکر از شما آقای کریمی، سلام و درود به بینندگانتون و ابراز خوشبختی از آشنایی با آقای دکتر عطابکی. در مورد سوال شما، اینکه آیا انقلاب قابل اجتناب بود یا نه، به نظر من جوابش موکول به این است که در درجه اول ببینیم عللی که باعث انقلاب شد چی ها بودن، که این خودش یک چالش بزرگی است برای تاریخ نگار، چرا که باید شناسایی بکنیم عواملی که باعث شد یک جو انقلابی به وجود بیاد و در وهله بعد اهرم هایی که به کار برده شد برای ساقط کردن اون رژیم. در یک جمع‌بندی خیلی فشرده میتوان گفت که حوادث، رویدادهای سال 57 بر اثر یک ائتلاف بزرگ بین نیروهای اجتماعی سیاسی ریشه‌دار و اصیل ایران، جا افتاده ایران، یعنی روحانیت اسلامگرا، ملی مذهبی ها، ملیون سکولار مکتب مصدق، جریان های چپ ام از حزب توده و ماویستا و استالینیستا و چپ مذهبی، این ائتلاف را به وجود آوردن که ماهیتاً یک ائتلاف مصلحتی و نامانوس بود. این پرسش که چطور شد که یک همچین همگرایی بین نیروهای تا این حد نامتجانس عملی بشه، خودش از پرسش‌های عمده است که تاریخ نگار باید به اون جواب بده. حالا با ذکر این نکته، با ذکر این مقدمه، برمیگردیم به اصل سوال شما که آیا اجتناب پذیر بود یا نه، و پاسخ به این به نظر من به این صورت میتونه داده بشه که این عواملی که عرض کردم، این حیطه ها، یک
ترکیب، یک آلیاژ خیلی غلیظ انقلابی ایجاد کردن که اگر بعضی از این عوامل از این معادله خارج بشن، میشه فکر کرد که مسیر تاریخ ممکن بود عوض بشه. و من به عنوان مثال برای شما این مطلب رو گفتم، تکرار میکنم اینجا. 4 سال قبل از انقلاب، بعد از اون جهش بزرگ در بهای نفت که خود شاه در به وجود آوردنش نقش کلیدی بازی کرده بود، یک بار تصمیم گرفت که حجم سرمایه‌گذاری در برنامه عمرانی پنجم رو 2 برابر بکنه و یک ضرب این رقم از تقریبا 35 میلیارد دلار اون زمان رسید به 68 میلیارد. که این باعث چی شد؟ این باعث تورم و خیلی بعد از مدت کوتاهی تورم توأم با رکود شد. و با توجه به کاستی هایی که اون موقع وجود داشت، نارسایی هایی که وجود داشت در زیر ساختار کشور، به خصوص در زیر ساختار بندری و باراندازی و غیرزالک، یک بحران اقتصادی خیلی شدیدی در مملکت به وجود اومد در سالهای 55 و 56 که سختگیری های اقتصادی دولت آموزگار برای به اصطلاح مهار کردن این تورم، با توجه به اینکه رژیم در اون موقع آسیب پذیر شده بود، کارو خرابتر کرد. پس میشه گفت وقتی میگید سختگیری، منظور شاید همون سختگیری است که به اصناف وارد میشد؟ نه، منظورم یا سیاست ریاضت اقتصادی. سیاست ریاضت اقتصادی این کلمه فارسی ریاضت رو من بله. خیلی برای مهار تورم متوجه بله برای مهار تورم برای بله. برنامه های اقتصادی کلاسیک اجرا شد توسط دولت آموزگار. بله در دولت آموزگار بله. که با توجه به اینکه رژیم میگم در حالتی افتاده بود که این چیزها رو این برنامه ها در حقیقت بیشتر شدیدتر کرد نارضایتی های عمومی رو بله. و میشه گفت که اگر این اتفاق نیفتاده بود، البته یک عامل فقط یک عامل بله. اقتصادی است بله. خب ممکن بود مسیر تاریخ جور دیگری بره. بسیار خوب، این مقطع مهمیه. آقای عطاوکی، شما میپذیرید که اگر نظام حاکم بر ایران از سالهای اول دهه 50 شمسی با جهش قیمت‌ها اون سیاست‌های انبساطی اقتصادی، اون سیاست‌های تورم‌زا رو به اجرا نگذاشته بود، ممکن بود به گفته ایشون، البته عوامل دیگه‌ای هم دستن در کار هستن، ولی ممکن بود مسیر دیگه‌ای در پیش گرفته بشه؟ عرض ادب دارم خدمت جناب آقای بایندور. آنچه که من انتخاب می‌کنم به عنوان یک مورخ اجتماعی برای بازنگری و بازبینی انقلاب اینه که من بر بستر جامعه شناسی سیاسی میرم به سراغ انقلاب، تقابل و تعامل دولت و جامعه رو میبینم و طبقات رو با هم دیگه میبینم و نگاه هم نگاه از پایین به بالا، نه نگاه از بالا به پایین. این روشی است که من انتخاب میکنم و فکر میکنم که جامعه شناسی سیاسی میتونه توضیح بهتری بده. این برای روش رو که انتخاب میکنید به چه نتیجه میرسید؟ به این نتیجه میرسم که انقلاب ایران بر 3 محور در حقیقت داره شکل میگیره. یکی این که به هر صورت ما شاهد یک نوع نوسازی تو جامعه هستیم که این نوسازی به توسعه ناموزون و مرکب در حقیقت دست زده. من نشانه هاشو در ادامه صحبتم میگم که توسعه ناموزون و مرکب چگونه هستش. این توسعه ناموزون و مرکب از طرف یک دولت توسعه گرا، اقتدار گرا داره انجام میشه از سالهای 40 به بعد. یعنی کلیدرش رو برنامه عمرانی سوم ایران میزنه که به داوری من یکی از بهترین برنامه های عمرانی بود و ثمرات بسیار بسیار چشمگیری داشت. 300 جوان، همه اهل فن، همه اهل فکر آمدن، آستین ها رو بالا زدن و جامعه رو متحول کردن. من در ادامه صحبتم به نتایج این برنامه اشاره کردم. 300 جوان منظورتون نقشی است که اینها در سازمان برنامه بودجا کردن بعد زمانی که اصلاحات ارضی انجام شد، در همین پرده یک بحث رو بهش اختصاص دادیم. پادشاه
پادشاه ایشون نام انقلاب سفید رو گذاشتن، بر اینجا رفراندوم گذاشتن، انقلاب سفید رو گذاشتن، اما نقشه راه انقلاب سفید در حقیقت برنامه عمرانی سوم بود و برنامه عمرانی سوم بود، اما این برنامه عمرانی سوم در بطن خودش یک ناموزونی رو داشت که من به اون اشاره میکنم که این ناموزونی و مرکب بودن این برنامه های توسعه اقتصادی چه ثمرات ناگواری داشت. نکته دیگه بخوام اشاره کنم در انقلاب ایران، باید بگم که یک محرکت بسیجگرا توده‌ایوار از طرف روحانیت داشتیم. مسئله سیاست اینجا مهمه، فرهنگ اینجا مهمه، انسداد سیاسی عملاً بخش بزرگی از نیروهای سکولار رو از صحنه سیاسی ایران باز گذاشته بود. ما شاهد شکل‌گیری یک حرکت، یک گفتمان مذهبی در ایران هستیم در 10 سال منتهی به انقلاب، و شبکه روحانیت با 80,000 مسجد و تکیه و هیئت و با 18,000 عمامه، اهل عمامه در خیابان‌ها در حقیقت به بسیج مردمی دارن دست میزنن، در ادارات دولتی به بسیج مردمی دست میزنن، در آموزش پرورش حضور دارن و از این دست. و از طرف دیگه سومین عامل رو هم بخوام نگاه بکنم، حمایت خارجی هستش، یعنی نظام خارجی نظام پادشاهی ایران اون گونه بود بر بستر اون چه که ما جنگ سرد میشناختیم. شاید گزینه دیگه هم در برابر نظام پادشاهی بود، میتونست گزینه مثلا به نوعی هند رو انتخاب بکنه، هرچند که هند هم سرآخر تن به همسویی بیشتر با اتحاد جماهیر شوروی داد، ولی مثلا گزینه‌ای که انتخاب کردن گزینه کره جنوبی بود. و بنابراین حمایت غرب و این پیوستگی غرب با نظام پادشاهی که ریشه‌اش به گوش می‌زنه نقطه ضعفش شد، چون به نظر من عواملی هستش که ما باید تک تک اینها رو بیاریم. بله. همه تخم مرغ‌ها رو من نمیتونم بذارم توی یک سبد. بله، وقتی شما از این عوامل مهم، عامل اقتصادی، البته پس پشت این عامل اقتصادی اون چیزی است که شما توسعه ناموزون مینامید و بعد در صحنه سیاسی بسیجگری روحانیت و در مرحله بعد این نوع رابطه نظام شاهنشاهی با غرب رو نام میبرید، آیا منظورتون اینه که شاه ایران در سالهای اول دهه 50 شمسی اونجوری که آقای بایندور میگه دیگه نمیتونست مانع انقلاب شه، دیر شده بود؟ من فکر نمی کنم. من در مورد اجتناب پذیری انقلاب حرفایی دارم که هنوز نگفتم. اگر که بخوام بگم، میگم که شاید یکی از بهترین و نخستین شانس برای پرهیز از حرکت‌های از این دست که به انقلاب 57 منتهی شد همون سال 40 بود، 41 بود که پادشاه انقلاب سفید رو اعلام کردند، و شاید اون موقع بهترین موقعیت بود که ما 8 سال از کودتای 28 مرداد گذشته بود، زمانه بود وقتی که این طرح توسعه گسترده اجتماعی رو پیش کشیدن، زمانه برای آشتی مهیا بود. ما تجربهش در کشورهای دیگه هم داشتیم، میتونستیم مثلا به یک آشتی ملی دست بزنیم. کسانی که در حقیقت از صحنه بیرون شده بودند، آرام آرام به تدریج وارد صحنه سیاسی میکردیم. مصدق رو از حصر در میآوردیم بیرون، کسان دیگر رو در حقیقت دلجویی ازشون میکردیم، توسعه اقتصادی رو همسو میکردیم با توسعه سیاسی در ایران، و این پایدار میتون، و این به نظر من امکان بود. نظام های دیگه هم جاهای دیگه جا به جای جهان این کار را کردن. یعنی اگر من بخوام نخستین پرده از اجتناب پذیری این حرکت رو بگم، باید به سالهای 40 برگردم. بله. که اون شانس از دست رفت. بله. اما یک اجتناب پذیری دیگه هم دارم، اگر اجازه بدید این رو برای دور دوم سوال. بله. بایندور، به این ترتیب به نظر میسه آقای اتابکی به پیش از دهه 50 و سیاست های اقتصادی ناشی از جهش قیمت نفت اشاره میکنن و به خصوص به روندهای سیاسی هم اشاره میکنن، میگن عملا از دهه 40 به نظر میرسه دیگه زمینای انقلاب داشت فراهم میشد برای اینکه اون آشتی ملی رو به گفته ایشون شاه در واقع بهش تن نداد. در درجه اول بگم من تقریبا با هر چی آقای دکتر اتابکی گفتن موافق است. این که فرمودن شاید زمینه‌ای بود در اون سالها، هم وقتی که شاه برنامه انقلاب سفیدش رو اعلام کرد برای آشتی ملی و
بازگردوندن در حقیقت کسانی که ملیگرا بودند و در وطن پرستیشون هیچ وقت کسی تردید نکرد. این حرف کاملا صحیحه، ولی این رو هم نباید فراموش کرد که شاه چندین بار این کار رو یک کوشش برای یک آشتی ملی رو امتحان کرد و هر دفعه شکست خورد. یعنی این زعمای جبهه ملی بودند که هیچ وقت تن در ندادند به اینکه با رژیم به یک صورتی به حالت به یک نوع توافق قابل قبولی برسند، بلکه هر وقت که شاه با اونها مراجعه کرد از طریق بیشتر آقای علم بود، حتی قبل از علم، اونها خیلی محکم و بدون هیچ نوع انعطاف پذیری و حس سازش گفتن که شاه باید سلطنت کند نه حکومت، و تمام اختیارات شاه در قانون اساسی در حقیقت سوری است، و در با یک همچین شرطی حاضر بودن بیان به اصطلاح مشارکت بکنن. البته این برای شاه قابل قبول نبود. در خلال این زمینه اینکه رهبران جبهه ملی در حول و حوش این نوع گفتمان بودن و این نزدیک شدن با رژیم رو ترد می‌کردن، در طرز فکر جوان‌ها یک تحول مهمی پیش اومد. یعنی اینکه دو قطب مهم سیاسی ایران، حزب توده و جبهه ملی، اینها در از منظر جوان‌های ایران رنگ باختن. برای جوان‌ها، و منظور از جوان‌ها جوان‌های برخواسته از طبقه متوسطی بود که در حال گسترش بود، که این هم خودش یکی از عناصر جامعه شناسی انقلاب هستش. از منظر اونها حزب توده و جبهه ملی زیادی محافظه کار بودن و غیر متحرک، و اینها به هویت های به یه هویت دیگه و به افق های دیگری داشتن نگاه میکردن که از بستر این آدم های مثل بیژن جزنی و غیره بیرون اومدن، که در طی سالهای چهل میبینیم که کم کم کار به اینجا کشید که یه عدهشون متمایل شدن به یک مبارزه و برخورد مسلحانه با رژیم. جوابش برای رژیم شاه مبارزه بود و اینکه ساواک رو بدزن جلو، و ساواک اون برنامه‌ای که میخواست اجرا بکنه و اجرا کرد، که خود اون از عوامل به نظر من ایجاد جو انقلابی شد، ولی توضیحش رو باید بعد بدم اگر لازم شد. بله. که به چه صورت این تأثیر خودش روی روند انقلابی گذاشت. بذارید بدید از آقای عطاوکی بپرسیم که موافق هستن که در دهه 40 شاه شاید سعی کرد که روال دیگری در پیش بگیره، و اگر این تلاش شاه جواب می گرفت ممکن بود در دهه 50 با شتاب جامعه ایران به سمت انقلاب نره؟ ببینید، دهه 40 رو که نگاه میکنیم، به داوری ما 5 تا شاخص برای اون توسعه و رابطه دولت با جامعه میشناسیم. اولا که تکیه بر یک درآمد بسیار بسیار عظیم نفتیه. نگاه بکنیم، مثلا فؤاد روحانی میگه که ما اهل تجارت، اهل کمک نمیخواییم، ما اهل تجارتیم. و اینها آدم های رجالی بودن که واقعا اهل اندیشه بودن، طرح داشتن برای استفاده بهینه از منابع اقتصادی، منابع نفتی و از این دست. و واقعا این درآمد عظیم نفتی که حالا اون موقع اوپک هم تشکیل میشه و بعد رفته رفته قیمت نفت میره بالا میره بالا میره بالا، و تکیه دولت رو اونجاست. آمار ارقامش رو من دارم. رشد و تثبیت اقتصادی داریم ما تو این وسط داریم، ولی همزمان با اینها ما میبینیم که در حقیقت به نوعی ما میریم به سمت یک حکومت اقتدارگرا از سوی پادشاه،
و اینجا دخالت میکنه. نگاه بکنیم مثلا میبینیم که تحولاتی در ارتش داره صورت میگیره، بسیاری از فرماندهان ارتش مثلا بازنشسته میشن، 270 سرهنگ کنار گذاشته میشه و ارتش ایران از یک ارتش 120 هزار نفری به ارتش 400 هزار نفری داره میرسه، بزرگه. اینا چیز بدی نیست دا. میخوام بگم که تحولات شما نگاه کنه تو اینجا داریم چه میریم، یعنی داریم میریم به یک وضعیت، یک دولتی که در حقیقت تکیه داره میکنه با حمایت غرب به چنین ابزارهایی داره نگاه میکنه. و البته خب بسیج توده ای هم اینجا داریم از طرف به پادشاه که مثلا ایشون مخاطبش طبقه کارگر صنعتیه که بارها و اونجا از آزاد مردان و آزاد زنان داره استفاده میکنه، نشست ها و همایش های گسترش دهی وجود داره. بورژوازی صنعتی و بورژوازی مالی که شما نگاه بکنید، ما در پایان دهه 42 تا 52 شاهد شکلگیری چشمگیری یک بورژوازی مالی و صنعتی کردیم که حضور داره و سهم بسیار بزرگی در اقتصاد ایران در قیاس با سرمایه‌داری کوچک به خودش اختصاص داده. من آمارش اینجا دارم، میتونم خدمتتون ارائه بدم. اینها در حقیقت ارکانیه که ما داریم در اینجا و میره. البته این بسیج توده‌گرایی که ما داریم، حزب ایران نوین تشکیل میشه و بعد در پایان این دوره یک بار اعلیحضرت تصمیم میگیرن که برن به سراغ تشکیل یک حزب واحد، حزب رستاخیز، و تلاش فکر میکنن که حزب رستاخیز یک حزب واحد میتونه بده. این که اندیشه حزب رستاخیز از کجا آمد خیلی مهمه، ولی به هر صورت اینها نشون دهنده این پنج شاخصیه که من اشاره کردم که در حقیقت نشانه این دوران ده سال است. تاکید شما روی اقتدارگرایی و افسایش این اقتدارگرایی اما ما رو برمیگردونه به اون چه که آقای بایندور گفتن که شاه سعی کرد شاید این مسیر رو در پیش نگیره، اما شاید چون جواب نگرفت به این سمت رفت. چنین میشه گفت؟ ببینید، من فکر میکنم من به راحتی نمیتونم اینو قبول کنم. من واقعا نشانه هایی نمیبینم در اون دهه ایشون. من امیدوارم آقای بایندور اشاره کنن که برای من روشنگره. خب تن دادن شاه به نخست وزیری امینی، این نشانه مهمیه دیگه. ببینید خیلی یعنی یک کسی که اصلاحگر بود و یک کسی که در واقع در ادامه میتونست توسعه سیاسی رو هم تا حدی عملی بکنه، شاه تن داد به این دیگه. ببینید ولی جبهه ملی و دیگر ملیون خیلی همکاری نکرد. ببینید اتفاقا خیلی جالب این اشاره که میکنید، جبهه ملی، نیروهای مخالف تظاهراتی میذارن تو جلالیه و در اونجا میگن که شاه باید سلطنت کنه و نه حکومت، که حرف بدی نیست، مبتنی بر قانون اساسی مشروطه ماست. جبهه ملی به استقبال اصلاحات میره، میگه اصلاحات آری، دیکتاتوری نه. جبهه ملی در حقیقت این نیستش که بخواد مخالف خونی بخواد بکنه، به اونجا به هر صورت یه گامهای از این بر میره. حتی کسانی از جبهه ملی به ملاقات پادشاه میرن، خلیل ملکی میره با پادشاه ملاقات میکنه، در دربار ملاقات میکنه. تحولات تمام سالهای دهه 40 مورد قبول بسیاری از اهل سیاست. جناب آقای بایندور اشاره کردن به چپ رادیکال ایران، بیژن جزنی. بیژن جزنی در کتاب خودش میگه اینها مانور نیست، اینا اصلاحات. باور کنید او و دیگران پیشکسوتان چپ نوین ایران قبول کرده بودند که جامعه ایران متحول شده، جامعه ایران پوست انداخته. وضعیت ما در سال 52-53 مقابل قیاس با سالهای پیشین نیست. یعنی تمام کسانی که واقعا چشمی داشتن برای دیدن و درایتی داشتن برای تحلیل قبول میکردن اصلاحات رو. البته همینجا هم یه نکته اشاره کنم، سالها گذشته اما کسانی هستند امروزه در نهادهای فرمایشی دولتی جمهوری اسلامی ایران نشستن و یکسره چشمشون رو بر تمام اون توسعه اقتصادی اون سالها میبندن که البته ریگ به پوزار دارن و تخته بند ایدئولوژیک. آقای بایندور، از این دهه 40 بگذاریم که در موردش شما و آقای اتابکی به خصوص در حوزه سیاسی اختلاف نظر دارید، اینکه چرا شاه
چنین دعوتی کرد چرا پذیرفته نشد، یا به گفته آقای اتابکی تا حدی پذیرفته شد اما شاید در این سو گوش شنوایی نبود. به سالهای 50 برگردیم. من در صحبتهای پیش از برنامه از شما شنیدم که گفتید که یک مقطع مهم دیگه در شتابی که سیر انقلابی به خودش گرفت مقاله‌ای بود که علی آیت الله خمینی چاپ شد در روزنامه اطلاعات. چرا اون رو مهم میدونید در شتاب دادن به حوادث انقلابی؟ اگر اجازه بدید، این مقاله در حقیقت میشه گفتش که عامل به راه انداختن تظاهرات آشوب ها اینها بودش و من مربوط میشه به سال 57. بله، برای بینندگانی که نمیدونن، البته سال 56 هست، 17 دی 56 مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات منتشر میشه. بله. تحت نام رشیدی مطلق که در مورد شخصیت حقیقیش گمانهای مختلفی هست و در این مقاله از نظر طرفداران آیت الله خمینی به او توهین میشه و این آغاز تظاهرات 19 دی 56 در قم هست. دی 56، بله، من بین سالهای بله بله ایرادی نیست، مسیحی و بله شمسی گاهی اوقات قرقات ایرادی نیست. بله، میخواستم قبل از اینکه وارد این مطلب بشیم با کمال میل من توضیح میدم راجع به این مطلب. درباره این نکته که دکتر عطابکی گفتند راجع به اینکه من توضیح بدم منظورم چی بود از کوشش های شخص شاه برای به یک صورتی کنار اومدن با ملیگرایان. باید عرض کنم که این مطلب در اواخر سالهای 30 شروع شد، حتی در دوره نخست وزیری علا که بس دو سه سال قبل از اون اولین جرقه های اینو ما در اونجا میبینیم. بعد خودتون اشاره کردید به ملاقات با خلیل ملکی که خودش به نظر من از نکات جالب بود. شاه واقعا میخواست از طریق دیالوگ با آدم های مثل خلیل ملکی به یک نوع توافق و تفاهم برسه که اون تفاهم این نبود که بگن شاه فقط باید سلطنت کنه نه حکومت. حتی به نظر بنده این یک خوانش غلطی است از قانون اساسی ایران که فکر کنید به شاه اختیاراتی نداشت یا اختیاراتی که داشت سوری بودن. بعد در دوره علم، این رو در هم خاطراتش هست هم در خاطرات آقای بازرگان هست، خود اعضای جبهه ملی آقای سنجابینا اذعان دارن که یک همچین اپروچی به اونها شد و چرا نتونستن قبول بکنن. به هر حال نمی‌خواستم این نکته رو بگم که این مستند از لحاظ تاریخی. من فقط خدمت این نکته بگم که اگر کوتاه حسین ملک شد به دست بعد محاکمه میشه. بله، متاسفانه آقای خلیل ملکی ببخشید. بله، بعد جریانات دیگری پیش اومد. بله، توقیف خلیل ملکی به نظر من از اشتباهات گنده اون رژیم بود. بله، طور که محاکمه دکتر مصدق از اشتباهات گنده اون رژیم بود. بله، ولی حالا برمیگردیم به سوال شما. همطور که فرمودید، بعد از اینکه کارتر اومد در آخر سال مسیحی 77 یک سری در حقیقت زد به تهران، اون شب معروف رو در کاخ نیاوران گذراند و اینها، چند روز بعدش ما اولین آثار عکس العمل روحانیت رو میبینیم. مثلا اپوزیسیون عکسای اون مجلس رو که در یکیش مثلا شهبانو با کارتر داره میرقصه اینو بردودن دادن به آیت الله شریعت مداری. خب چطور شد که این مقاله تصمیم گیری شد راجبش؟ اول اینکه این رو باید الان روشنه که این تصمیم شاه بود. او بود که دستور داد در حقیقت دو تا مقاله در مورد آقای خمینی نوشته بشه. اولین عکس العمل اسلام گرایان به وجود اومد در شورشی که در قم شد و یه چند نفری کشته شدن که بعد او جریان این اتفاق جریان
به اصطلاح مراسم چهله رو که یک سلسله تسلسلی بود به راه انداخت که انقلاب به راه افتاد در حقیقت، یعنی جرقه انقلاب بود. بله، فکر میکنید تظاهرات به مناسبت چهلومین روز کشته شدگان تظاهرات در قم که بخصوص در تبریز خیلی بله. خونین شد، این دیگه عملا چنان دومینوی به قول علما ایجاد کرد که جلوگیری ازش ناممکن بود. خب خیلی جلوگیری رو مشکل کرد باید گفت، ولی به نظر من هنوز تا زمان فاجعه سینما رکس آبادان فرصت بود که مسیر رو شاید اثر گذاشت درش و تغییرش داد، ولی رژیم در حقیقت این اگر بشه اسمش رو گذاشت نبرد روابط عمومی رو، اون رو باخت. یعنی باور عمومی مردم این شد که در این کار ساواک و دخیل بوده و ساواک به دستور شاه لابود دخیل بوده، و این به نظر من فاصله بین باورها و حقیقت یکی از معضلات بزرگ انقلابه. در مورد اون چه که پیش از به گفته شما فاجعه سینما رکس آبادان ممکن بود به گفته خودتون انجام بشه که این نبرد روابط عمومی رو نظام حاکم نوازه، ازتون خواهم پرسید. فقط اینجا میخوام از آقای عطاکی بپرسم که آیا واقعا تا قبل از فاجعه سینما رکس آبادان که اگر اشتباه نکنم 28 مرداد 57 هست، چندین ماه پیش از انقلاب، میشد شاهکاری بکنه که این نبرد روابط عمومی رو نبازه و این خودش اگر بتونه در کنار عوامل دیگه سیر حوادث رو به سمت دیگه ای ببره؟ بله، به اجازه بدید که اشاره بکنم که به یک کتاب بسیار، یک پژوهش بسیار بسیار خوب دکتر حسین بشیریه دارن درباره تاریخ انقلاب ایران، و یه جایی اشاره میکنن میگن که نقل میکنن میگن ارسطو میگه که مردم رو باید بسیار فقیر نگه داشت تا اینکه اطاعت کنن از حاکم. از سوی دیگه ما یک برخورد کاملا انتزاعی از آراء مارکس داریم که میگه که باید وقتی که جامعه به حدی برسه که فقر و فلاکت همه جا رو بگیره مردم سر به طغیان میکنن و میان جلو. دکتر بشیریه اشاره میکنه به یک نظر سومی از دیویس و میگه که، و به نظرم بسیار بسیار نظر درستیه در مورد حداقل در مورد انقلاب ایران، اقتصاددان انگلیسی زبان در مورد بسیاری از تحولات دیگه هم پاسخ میده، که میگه وقتی ما یه چرخشی داریم از یک دوران رفاه بسیار چشمگیر به یک دوران رکود بسیار چشمگیر، این چرخشه که باعث نارضایتی میشه. من فقط به شما اشاره کنم که واقعا اینا اشاره کردنیه، نمیتونم از اینا بگذرم. در فاصله دولت رفاه اجتماعی دستمزد کارگران ایران تا 400% افزایش پیدا میکنه، کارگران ساختمانی تا 77% در صنایع نساجی 100% تا 200% دولت رفاهیشون. منظورتون چه سالهایی؟ این سالهای 1342 تا 52 رو دارم میگم، دوران توسعه بسیار بسیار گسترده اقتصادی است، و این نشون دهنده اینه که وضعیت جامعه ما چجوریه. و بعد ما میبینیم که ما شاهد شکل‌گیری یک سرمایه‌داری هستیم که اصلا سهمش، سرمایه گذاری صنعتی و مالی، سهمش تو اقتصاد ایران بسیار بسیار چشم گیره. این رو گفتم اینجا. میخوام بگم که اشاره خیلی کوتاه بکنم که این رشد ناموزونی که اشاره کردم، یعنی که ما روستاییان رو در حقیقت، نمیخوام اینجا به پرونده اصلاحات ارضی برسم، شما اینو تو برنامه پیشینتون پوشش دادید، فقط بگم که اصلاحات ارضی وقتی که باعث شد یک فرایند شهرنشینی شکل بگیره و ما در حقیقت با 1,800,000 آدم که میان به شهر و با یک رشد 8% افزایش شهرنشینی ما روبرو هستیم در این فاصله،
نگاه میکنیم که بخشی از این نیرو، خب نیروی آزاد شده از روستا که به شهر اومدن میرن توی بخش صنعتی کار میکنن، صنعتی نوپایی که اشاره کردم، اما بخشی دیگه‌ای در حاشیه شهرها میرن. ما یافت‌آبادها، مفت‌آبادها، یخچی‌آبادها، حلبی‌آبادها داریم. اینها در حقیقت تهی‌دستان شهری هستند. این تهی‌دستان شهری در حقیقت زایشگاه اون اعتراض هایی است که ما بعدها میبینیم. یعنی ما شهرنشین کردیم آقای کریمی، شهرنشین کردیم، اما حقوق شهروندی رو، نه به معنای طبعی کشور، به معنای کسی که در شهر اقامت داره، حقوق شهروندی رو دریغ کردیم از این حاشیه نشینان شهری. این رو من میگم رشد ناموزون. آیا منظور شما اینه که این روندهای کلانی که توصیف میکنید، تحولات و حوادثی مثل اون مقاله علیه آیت الله خمینی و تظاهرات بعد از اون رو در سایه قرار میده و این روندهای کلانه که انقلاب رو ناگزیر میکنه؟ بی تردید. ببینید، من اشاره کردم به این چرخش که از توسعه اقتصادی ما داشتیم و به رکودی که اشاره کردم، و این چرخش بسیار مهمه. وقتی شما بودجه عمرانی کشور رو 4 برابر میکنید، وقتی که غذای مجانی میدید به کودکان در صف صبحگاهی و صف از این دست، وقتی تمام این امکانات رو میذارید و همین طور دارید در حقیقت به رفاه اجتماعی همت میذارید، بعد یک باره رکود اقتصادی، نرخ تورم تا 98% بالا میره، یه چرخشی دارید از اون حرکت پوپولیستی سابق که میایید و افزایش درآمد کارگران رو تری تبلیغ میکنید و به حمایت از کارگران صنعتی. این خیلی مهمه. در کارگاه برق تهران، نیروگاه برق تهران، کارگران وقتی اعتصاب میکنن، نیروی انتظامی به هواداری از کارگران در مقابل مدیریت وامیسته. این حرکت در ماهای پیش از انقلاب، اینها سالهای 54 من دارم، اینا در حقیقت اینها در حقیقت نشانده این حرکت‌های پوپولیستی است که ما در این دوره رفاه، دوره در حقیقت توسعه اقتصادی داریم. وقتی تورم که پیش میاد، یک باره ما نگاه می‌بینیم که رویگردانی میشه، اون طبقه بالای سرمایه‌دار مورد غضب قرار می‌گیره. واقعاً تلخ آقای کریمی، من به شما بگم، وهاب‌زاده مالک صنایع اتومبیل سازی بازداشت میشه، الغانیان مالک صنایع پلاستیک سازی بازداشت میشه و کسب کارش برای همیشه تعطیل میشه، حبیب ثابت به اتهام گرانفروشی کار خودش رها میکنه، همدانیان به اتهام گرانفروشی زندانی میشه. آقای کریمی، اینها بورژوازی ایران بودن، سرمایه‌داران ایران بودن. حکومتی که پایگاه اجتماعی خودش رو چنین میکنه، مطمئنن میاد نخست وزیر 13 سالش هم به زندان میاندازه و رئیس ساواکش رو با هواپیما از پاکستان میاره به تهران و روانه زندان میکنه. میخوام بگم این کامپلکس ها، این پیچیدگی ها رو بفهمیم و ببینیم که واقعیت از پس اون حکومت، این چرخش چقدر توضیح به ما میده برای این فرایند. یک فاکتوری که خیلی اوقات از نظر میفته، مسئله بیماری شاه. شاه در سالهای آخر 73 میلادی، حالا به من بگید رقم معادل، در واقع سال 1353 در تعطیلات نوروزیشه که شاه میفهمه که تهالش ورم کرده، به علم میگه 21 یا 20 فروردین 53، اونجوری که در خاطرات علم هست. بله، ولیکن اسنادی که الان وجود داره نشون میده که در تعطیلات قبل از اینکه به اونجا برسن، در همون زمانی که یک کنفرانس در تهران تشکیل شد برای نفت و قیمت نفتی خوب رفت بالا، در همون موقع شاه این رو احساس کرده بود و وقتی رفت به تعطیلات در سن موریتس، همراه با پزشک مخصوصش دکتر عیادی، رفتن به اتریش پیش دکتر فلینگر و اونجا بود، در مطب دکتر فلینگر بود که آزمایش های خون اولین بار نشون داد که یک مشکل اساسی وجود داره. عیادی سفارش کرده بود که جلوی شاه اسم سرطان رو نیارید، ولی شاه اونجا فهمید که یک مسئله جدی براش وجود داره و آدمی بود که نمیشد منحرفش کرد، برای اینکه کسی بود که هر روز تمام روزنامه‌های دنیا رو می‌خوند. جورج پومپیدو که دوستش بود و چند ماه قبل اونجا بود، در حقیقت با همین بیماری
در همون موقع ها درگذشت. پس شاه از همون روزای اولی که این اتفاق افتاد خبردار شد که سالهای عمرش کوتاهه، و اینو مثلا میبینیم که در سال 75 دو مرتبه در سن موریتس به ژیسکار دستان میگه، میگه آقا من خیالم اینیست که خیلی زود از سلطنت دست بکشم، خودم رو عقب بکشم. آقای بایندور، بر اساس اون چه که ما از پزشکانش شنیدیم و نقل قولهایی که دیگران کردن از این پزشکان، از جمله آقای عالی خانی که وزیر اقتصاد دهه 40 بود، به نظر میاد شاه از عمق این بیماری و شدت این بیماری اطلاع نداشت. حتی گفته میشه که پزشکانش از فرانسه داروها رو نه در بسته های اولیه، در بسته های دیگه میفرستادن که شاه متوجه نشه که این سرطانه. یه اسم گنده علمی هم رو این بیماری گذاشته بودن. یعنی آیا واقعا شاه میدونست که این بیماری؟ شاه میدونست. این که در بسته های دیگری میذاشتن برای این بودش که کسانی که اون پیش خدمت ها و اون یک مرتبه دستگل گنده ای آب افتاد، برای که شاه به علت همین کار دواهای عوضی خورد و حالش خیلی بد شد. خیلی خلاصه بخوایم این رو بگیم، معتقد هستید که به این ترتیب در ناگزیر شدن انقلاب ایران بیماری شاه هم یک عامل موثر بود؟ بدون تردید، بدون تردید. ولی میخوام بگم، اینو میخواستم بگم که مسئله مثلا حزب رستاخیز خودش از تبعات این مسئله بیماری است، برای اینکه بله. در یک موقعی به این نتیجه رسید برای اینکه بشه به سرعت جلو رفت باید یک تجهیز، یک دستگاه سیاسی پشتش باشه، یک سازمان سیاسی بیشتر بله. از دستگاه سیاسی. میخواست، فکر میکرد که میتونه همه نیروهای محرکه مملکت رو در یک جا جمع بکنه بدون تضاد و بدون برخوردهای آرا و عباید. ببینید، من پرونده بیماری پادشاه رو تا اونجایی که آرشیوهای بیگانه باز کردن و مصاحبه‌هایی که با کسانی دیگه در ایران بیرون از ایران انجام شده با دقت خوندم، و میدونم که ایشون در نوروز 53 برای نخستین بار این حس رو بهشون دادن که درد دارن، و بعد در سالهای بعد سال 56 پروفسور صفویان با شهبانو اینو در میون گذاشتن. ایشون البته خودشون شک برده بودن پادشاه. اما بذارید همینجا اشاره کنم که من فکر میکنم روایت پروفسور صفویان و تیم پزشکیش که ایشون همراهی میکردن، دو پزشک فرانسوی، به داوری من دقیق ترین و درست ترین روایتی است. و از این روایت چی میفهمید؟ روایتی است که ایشون در حقیقت میدونستن که وضعشون یه ذره ناراحت داره، ولی این بیماری سرطان رو نمیدونستن. و از همه مهمتر که این به تایید شهبانو هم رسید در خاطراتشون، اینه که در حقیقت شاه پادشاه در مقامی بودند که در جای و وضعیتی بودند که این بیماری هیچ تأثیری در تصمیم گیریشون نمیشد. ایشون همچنان فعال بودند، ایشون همچنان تصمیم گیرنده بودند، و همه تصمیم گیری ها هم تا یه حد بسیار بسیار زیادی در انحصار خودشون گفتن. ولی من یک نکته بهش میگم، یه لحظه خواهش میکنم، آیا واقعا میشه داروهایی که برای چنین بیماری خطرناکی مصرف میشه روز از پی روز روی روح و روان شخص تأثیر نگذاره؟ ببینید، من که پزشک نیستم، اما بر اساس گزارش‌های پزشکی که بعد از مرگ ایشون در اومده بیرون و مصاحبه‌هایی اشنده شده، اینی که و همینطور همسر ایشون، واقعاً اینشون در وضعیتی بودند و این بیماری تأثیری بر تصمیم‌گیری‌هایی نداشت. مهم این رو ببینید، علی رضایی که از سرمایه‌داران بزرگ این مملکته، وابسته به همون دستگاهی است که طبقه‌ای است که من گفتم قرار بوده پایگاه اجتماعی نظام باشه، میگه اعلی حضرت شما قیمت ها، دستمزد ها، سود، عوارض گمرکی و جزء آن را تعیین میکنید، اگر لطف بفرمایید و خودتان مسئولیت مدیریت صنایع را نیز به عهده بگیرید بهتر خواهد بود. ببینید، ما با پادشاهی روبرو هستیم که در تمام اجزای کوچک در برای دهه بیشتر از یک دهه داره تصمیم میگیره، حتی در حد نمیدونم رتبه های پایین ارتش تصمیم میگیره. البته
در مورد مسائل دیگه مثل کتاب‌های درسی و کنکور که امروز رایجه مثل رهبر ایران تصمیم نمیگیره، اما در اون زمان راجب همه چی قرار تصمیم بگیره. حالا شما یک باره با یه چرخشی اینجا در اون سالهای منتهی به انقلاب روبرو میشید و شاه وقتی همینطور که میریم به انقلاب که میرسیم، شاه یواش یواش میاد یه حالت انفعالی میگیره، از یک حالت کاملا متفاوت دخالتگر اقتدارگر به یه حالت انفعالی میرسه. دریغم میاد که اینو اینجا نگم. شما همتون اشاره دارید میکنید به این مسئله، مقاله این در روزنامه اطلاعات در اومد بیرون، این مقاله یک هفته بعد از سفر کارتر بود به ایران و بعد از دیدار شاهنشاه بود که به رفته بودم به امریکا بودم. ولی یه چیزی اینجا اشاره بکنم، شانسی که از ایران دریغ شد، شما از من پرسیدید که کجا بود انقلاب ایران میشد جلوش گرفت، اون زمانی بود که سال 56 مرداد 56 که میشد به جای برکناری، وقتی هویدا برکنار شد و جمشید آموزگار به جاش نشست، اون بهترین شانس بود برای استمرار پادشاهی و جلوگیری از انقلاب، اگر اون موقع به جای جمشید آموزگار بختیار کسی، حالا لزوما نه بختیار، یک چهره ملی بختیار کسی رو می آوردن میذاشتن اونجا. و اینجا من صحبت رو بگم که دو تا گزینه گفتم، یک گزینه 41 گفتم که شام میشد جلوی این انقلاب رو گرفت، یه گزینه 56 مرداد 56. آیا اگر شاه به جای ماهای پیش از انقلاب در سال 56 چهره مثل بختیار رو پذیرفته بود، ممکن بود مانع سیر انقلاب بشه؟ ببینید، من نخواستم صحبت رو قطع بکنم، ولی اجازه میخوام که در مورد مطلبی که راجع به بیماری شاه گفتند توضیح بدم. شهبانو در کتابش خیلی روشن گفته که شاه میدونست که مریضه و شاه آدمی بود خیلی باهوشتر از اینکه متوجه وخامت وضعش نباشه. اسنادی که وجود داره شما کاملا به طور صحیح به اسنادی که وجود داره اشاره کرد، ولی محتوای این اسناد کاملا اون چیزی که فرمودید نیست. مثلا دکترای فرانسویش که میدونید در مکاتبه با هم دیگه تمام جزئیات آوردن، در یک موردی میگه که شاه به ما گفت آیا میتونید یه کاری کنید که من دو سال دیگه عمر بکنم؟ یعنی کار به جایی کشیده بود در سال قبل از انقلاب، در سال 77 که شاه چنین تقاضایی کرده بود. توجه بکنید که وقتی کسی در یک همچین مدار فکری است، وقتی کسی که خیال میکنه که باید تمام کوشش اطباش به کار برن برای اینکه دو سال دیگه زندگی کنه، چطور میتونه مملکت رو به سفاره به کسی مثل بختیار؟ چون میخوام بس کنم به سوالم، بله، آیا ممکن بود اگر یک سال زودتر چنین تصمیمی بگیره، این در واقع بهش تحمیل شد، تن بده به نخست وزیری کسی چون بختیار بتونه پادشاهی خودش و فرزندش رو نجات بده؟ حالا این هم مسئله فرضی است. البته اگر کسی مثل دکتر صدیقی مثلا شاه بهش مراجعه میکرد و او میپذیرفت، وضع بدون تردید بهتر بود. ولی خب همطور که عرض کردم، آیا میتونست بپذیره؟ چون ما در مورد شاه طوری صحبت میکنیم، آقای عطابکی این سوال رو ممکن از شما هم بپرسم، که گویی میتونست به سرعت تصمیم دیگه ای بگیره. اگر میتونست چنین بکنه باید شخص دیگه ای میشد. ما که مصاحبه های شاه ایران رو در اوایل دهه 50 شمسی با رسانه های غربی الان نگاه میکنیم، می‌بینیم که چنان اعتماد به نفس کاذبی داشت که فکر می‌کرد رهبران غربی باید بیان از این توصیه بگیرن در مورد نظم جهانی. ما با چنین شخصی مواجهیم، یعنی یک فرد تحصیل کرده، هوشمند به چنین اعتماد به نفس کاذبی میرسه که واقعا الان که نگاه میکنی تعجب میکنی، شگفت زده میشی که این از کجا اومده این اعتماد به نفس کاذب؟ به دلیل اینکه در مملکت نفت هست،
چنین شخصی ممکن بود یه جایی در سالهای پیش از انقلاب یک مرتبه یک مسیر دیگه پیش بگیره، یک تصمیم کاملا متفاوت از اون چه که در وجودش هست رو بگیره؟ والا شاه به نظر من قادر به تغییر برنامه بود. در یک زمانی مثلا این مطلب رو آقای دکتر میلانی در کتابش خوب تشریح کرد، فکرش میره به طرف ایجاد یک دولت کم و بیش دموکراتیک و افتادن توی مسیر دموکراسی. بعد از این ناگهان باید بگم از این فکر منصرف میشه و میره دنبال به سمت دیگه، میره حزب رستاخیز. خیلی ها بخصوص طرفداران نظام شاهنشاهی میگن که عامل کارتر، فشار آمریکا بر شاه ایران یک عامل کلیدی و بسیار مؤثر بود و اونها تحمیل کردن این تصمیمات رو و در نهایت به انقلاب انجام. ببینید ما در جغرافیایی هستیم، نمیتونم یک کلمه بگم که اون گونه وابستگی برای ما درست نبود. این گونه در حقیقت سخت‌زری و در حقیقت چین و توزی هم که امروزه داریم خورند و پسند جغرافیای سیاسی ما نیست. اما اون چیزی که میخوام بگم این مهم بود اما کلیدی نبود. این درجه از وابستگی در حقیقت برای ایران بسیار بسیار مخرب بود. اما من نقش ایالات متحده امریکا و تصمیم گیری هایی که دستگاه سیاست گذاری کارتر داشت به عنوان سرنوشت ساز نمیدونم. شما چه؟ مشکل جای دیگه آقای بایندو. ایسان که فکر میکنم که آزادسازی، برنامه آزادسازی شاه علتش در حقیقت کارتر و ترس از عواقب ناراضی کردن واشنگتن هست، به نظر من به کلی بیراهه رفتن. اصل قضیه این بود که این هم موقعی است که عرض کردم به دکترای فرانسویش گفت که آقا که کاری بکنه که من دو سال دیگه زنده بمونم. شاه در اون موقع میخواست که زمینه رو آماده بکنه که یک گذاری از نظام شاهنشاهی که او ایجاد کرده بود در سالهای 40 و 50، یک گذاری به سمت به وجود آوردن یک پادشاهی مشروطه به معنی واقعیش به وجود بیاد، به طوری که ولیعهد جوانش که هنوز 2-3 سال مونده بود که به سن قانونی برسه، وقتی که شاه از بین رفت او بتونه خودش رو روی آب نگه. خیلی کوتاهی اتوکه اگه نکته‌ای دارید. نه من فقط تنها نکته‌ای که بگم اینه که خب این به پایان این صحبت که رسیده باشیم، به نظر من تاریخ ایران اگر نگاه کنیم من اعتقاد ندارم توالی فصل است. من معتقدم که میشه ازش بسیار هم آموخت و ما گویا ولی از جمله کسانی هستیم، از جمله ملیت‌هایی هستیم در جهان که نمیتونیم بیاموزیم. نه نظام پیشین از اشتباهات خودش تا لحظات آخر آموخت و این نه نظامی که در حقیقت در حال حاضر بر بستر اون انقلاب هستش میتونه از اون انقلاب بیاموزه. خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر که پایین بحث نشستید و تشکر از مهمانهای برنامه داریوش بایندور و تورج عطابکی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید اون را شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبتی خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.